يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والقنا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل وذلل يا الله من خذل واعرض عن دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. با سپاس فراوان از جناب محترم قاری صاحب باز هم به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده راهنمای خداوند کیوان و گردان سپر فروزنده ماه و ناهید و مهر محضر همه بزرگان علمای معظم دینی نمایندگان محترم مردم هرات نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی دوستان خارجی نمایندگان سیاسی کشورهای دوست اعضای هیئت رهبری ملکی و نظامی ولایت هرات و همه حضار نهایت ارجمند عرض خوش آمدگویی و خیر مقدم داریم و سپاسگزاریم که در این همایش تودی و معارفه با وجود گرمای هوا و ماه مبارک رمضان قبول زحمت فرمودین و حضور به هم رساندین. در آغاز محفل از فریقته ارجمند جناب دکتر صاحب برنا کریمی معین محترم پالیسی ریاست مستقل ارگانهای محل تقاضا میکنیم تا به جایگاه تشریف بیارن برای قرائت فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ماب محترم دکتر صاحب نورستانی، محترم جناب ماب دکتر صاحب صبا، جناب عظیمی صاحب، جناب علوی صاحب، دکتر صاحب مرادیان و دانشمندان دیگر عزیزی که با شهروندان عزیز هرات به جایگاه تشریف آوردین، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امروز ما و شما با هم یک جا شاهد یک صفحه جدید در تاریخ هرات عزیز هستیم. امروز ضمن قدردانی و سپاسگزاری
از زحمات جناب نورستانی صاحب و جناب دکتر صاحب سبا خوش آمدید میگیم که به زادگاهشان تشریف آوردن و از امروز به حیث خادم شهروندان هرات وظیفه اجرا خواهد کرد. تا جایی که به سالهای تجربه کاری ما مربوط میشه، امروز که در خدمت مردم فرهیخته و فرهنگ دوست هرات قرار دارم، یک روز خوب و یک تجربه ارزشمند کاری به حساب میه. همانطور که تمام مسئولین فعلی و قبلی هم باور دارند، هرات بر افغانستان تنها یک ولایت نه، بلکه در کنار چند منطقه مهم دیگر کشور ما یکی از ستونهای اساسی برای قوام و دوام حیات ملی افغانستان است. برای اینکه نقش برجسته هرات را در حیات ملی افغانستان دریابیم، لازم نیست به کتابهای تاریخی رجوع کنیم. کافی است نگاه به مسجد بزرگ جامع هرات و نقش و نگارهای بی‌بدیل آن بیندازیم و کمی هم آن طرفتر مناره های بلند هرات را و بزرگان و عارفانی که در گوشه گوشه این شهر آرمیدن در ذهن مجسم کنیم. آن وقت است که این آثار عظیم و ارزشمند آمیخته با ظرافت طبع و چیره دستی ما را میبرد به گذشته های با شکوه که تنها با افتخار از آن میشود یاد کرد. هرات به منزله یک بستر استثنایی برای فرهنگ و هنر و مدنیت کشور ما در خور ستایش و افتخار است. ستایش و افتخار نه تنها به این سبب که این همه گنجینه های ارزشمند تاریخی را در خود جای داده است، بلکه به این سبب که هرات سرزمین بوده که یک ویژگی برجسته داشته است. در طول تاریخ حاکمان و حکومت های متعدد و متفاوت در این سرزمین برپا شدند، حاکمان و حکومتگرانی که گاه فرهنگ دوست، دانش دوست و هنر دوست بودند و حاکمان و حکومت‌هایی که این چنین نیز نبودند. اما در تمام این سالها و در پیچ و خم تمام این تسلسلها، هرات همواره برای زنده نگه داشتن فرهنگ و هنر نفس کشیده است. چه زمانی که هوای سحرانگیز و باغستان‌های انگور هرات رودکی بزرگ را به وجد آورد و بوی جوی مولیان را بر تارک ادبیات این سرزمین جاودانه ساخت، و چه در روزگاری که تعصب، جهل، رادیکالیسم و افراطی‌گری در صدد خشکانیدن ریشه های درخت تناور ادب و فرهنگ در هرات بوده است. این شهر و مردم فرهنگ پرور و ادب دوست در یک کوشش و پویش خستگی ناپذیر نفس کشیدند و چراغ روشنایی بخش هنر را نه تنها برای شهر و ولایتشان، بلکه برای افغانستان و برای جهان اسلام و در یک مقیاس بزرگتر برای تمام بشریت شعله‌ور و فروزان نگه داشتند. به خاطر داشته باشید که شما فرزندگان و نوادگان مردان و زنان هستید که در گستره تاریخ این سرزمین با در پیش گرفتن یک رویه برجسته و نیک پایه‌گذار مدنیت هرات شدند. این رویه نیک چیزی نبود جز روحیه تساهل و تسامح و پرورش فرهنگ مدارا و همدیگر پذیری که به هیچ تردید تنها در پرتو گسترش فرهنگ تساهل و مدارا بود که هرات و منزله نگین درخشان این سرزمین مورد توجه فرهنگ دوستان و هنرپروران سراسر جهان اسلام قرار گرفت. اجداد شما به هر کسی که اندوخته از هنر و فرهنگ در چنته داشت خوش آمد گفتند و به منزله یک مهمان از او استقبال کردند و رسم مهمان نوازی و میزبانی را چنان شایسته به جا آوردند که به زودی نام هرات در تمام سرزمین های بزرگ اسلامی نام بردار گشت. هیچ کس خود را در سرزمین شما بیگانه احساس نمی کرد. نه کاشیکار و نه قاش بخارایی و سمرقندی خود را در شهر هرات بیگانه احساس می کرد و نه آهنگر و زرگر بلخی و بدخشانی
نه عارف و شاعر نیشاپوری و شیرازی زبانش را متفاوت از زبان شما میدانست و نه دانشمند خوارزمی که برای پایه‌گذاری مناره های هرات از لای هندسی آن را محاسبه میکرد. پس شما میراثداران بزرگ هستید که تنها در برابر میراث فکری و تمدنی که از نیاکانتان به ارث برده اید مسئولیت ندارید، بلکه این میراث ارزشمند شما را در برابر کشورتان، در برابر جهان و در برابر کل تمدن بشری مسئولیت پذیر ساخته است. این مسئولیت مهم افتخار است که نصیب هر شهر و هر کشوری نمی شود. من ایمان دارم که شما با روحیه تساهل، همدیگر پذیری، فرهنگ دوستی و هنرپروری به بهترین شکل می توانید از عهده این مسئولیت برآیید و منشأ آن به خیر باشید برای تمام هموطنان و شهروندان. دوستان عزیز، یکی از مسئولینی که در طول 2 سال گذشته زحمات خستگی ناپذیر را در راه توسعه و آبادانی هرات کشیده است، محترم جناب دکتر صاحب نورستانی هستند که به عنوان والی در اینجا حضور داشتند. دولت افغانستان و اداره مستقل ارگانهای محلی به خصوص در جریان تلاش‌ها و زحمت‌هایشان همیشه قرار داشتند و من مطمئن هستم که شهروندان هرات نیز از تلاش‌های محترم نورستانی صاحب به نیکی یاد خواهند کرد. بنابراین من به نمایندگی از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اداره مستقل ارگان‌های محلی، از زحمات محترم نورستانی صاحب قدردانی می‌کنم و امیدوار هستم در آینده بتوانیم از تجربیات ارزشمند جناب نورستانی صاحب در عرصه‌های دیگری که در اینجا در این حکومت هنوز هم ضرورت بسیار مبرم و محسوس به او هست استفاده بکنیم. اما بعد از جناب نورستانی صاحب، امروز از آقای داود صبا را به عنوان والی جدید هرات به شما معرفی میکنیم. میخواهم به تمام شهروندان ولایت هرات و مسئولینی که بعد از این با والی صاحب جدید همکار خواهند بود اطمینان بدهم که در انتخاب محترم صبا به عنوان والی جدید وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هرات و همچنین معیارهای شایسته سالاری از طرف مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و سایر مسئولین در نظر گرفته شده و من باور دارم که آقای صبا نیز پس از اعتماد مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی و سایر مسئولین به شما و شهروندان عزیزی که در ولایت هرات زندگی می کنند خدمت خواهد کرد. در رابطه با شخصیت جناب دکتر صاحب صبا، همه ما و شما بسیار به خوبی آگاهی داریم. فرزند هرات است و سالهای سال چی در رشته تخصصی خودش که نتایج دکترا را هم از او تحصیل در او رشته داره و چی هم در رابطه با کارهایی که در راه اطلاع فرهنگ و ادبیات افغانستان کردن، همه ما و شما آگاهی داریم. من شخصا جناب دکتر صاحب صبا را از سالهای بسیار زیاده، زمانی که اینا یک ماهنامه را به نام مردم نامه باختر به نشر می رساندن و در اونجا مطالب بسیار زیبای در او، زمانی که متاسفانه چراغ فرهنگ و ادبیات در افغانستان خاموش بود، جناب دکتر صاحب فرسنگ ها دور از اینجا این چراغ روشن نگه داشته بودن. و شما جناب دکتر صاحب صبا این موفقیت بسیار بزرگ و این مسئولیت بسیار بزرگ تبریک عرض میکنم و باز هم در اخیر از جناب دکتر صاحب نورستانی تشکر و سپاسگزاری میکنم. تشکر. با سپاس فراوان از جناب دکتر صاحب برنا کریمی، معین محترم پالیسی ریاست مستقل ارگانهای محل،